خب چهل تا درس رو تموم کردیم رسیدیم به درس چهل و یکم تم کتاب از اینجا عوض میشه و تا درس در توصیف چیزهای مختلف خواهیم داشت بسیار کاربردی برای محیط اطرافمون Hey guys, how are you doing? سلام علیکم، احوال شما خوبین، خوشین، سلامتین خوش اومدی به بستر انگلیش من حسینم، با درس چهل و یکم. از سری درس های عمدوشی لغات سفر تا قسمت متوسط، دوره متوسط بر کتاب Oxford Word Skills Intermediate در خدمتون هستم امروز درس چهل و یکم رو رسیدیم بچه ها بهش تمه کتاب گفتم عوض شده شده توصیف چیزهای مختلف و درس اولش Describing Objects اشیا قرار بتونیم توصیف کنیم راجع به جنس و بیشتر همون جنس و اینجور چیزهای مواد مختلف صحبت کنیم و اینکه مثلا چی کار میکنن به چه دردی میخورن خیلی مطلب برای یاد گرفتن داره بریم سراغش so, درس چلی یکم میشه صفحه 90 و 91 صفحه 90 ways of defining روش های مختلف دیفاین کردن دیفاین کردن یعنی شبیه describe تقریبا یعنی تعریف کردن دیفاین یعنی یه چیزی رو تعریف کن مثلا تعریف کن که دوچرخه چیه دوچرخه رو تعریف کن ها یا مثلا خونه رو تعریف کن یه کسی که تازه داره فارسی یاد میگیره از شما خونه چیه اون کاری که اون جوابی که میدید تعریف خونه است خونه مکانیه که مثلا خانواده دور هم جمع میشن اونجا و زندگی میکنن پس تعریف یک چیز رو با دیفاین اینجا به عنوان فعلش و دفنیشن رو احتمالا احتمال خیلی زیاد شنیدین این دیفاین as a verb و این definition as a noun define و definition بریم توی گزینه ببینیم چی گفته سال پرسیده اینجا what is it چی هست و بعد توصیفات مختلف شماره یک میگه it's a round round یعنی گرد دایره‌ای، صفته metal فلزی container یک ظرف دای گرد فلزیه کنتینر ظرف بچه used for cooking things in برای اینکه چیزهای مختلف توش بپزیم استفاده میشه قشنگ بود بریم جلوتر it's a hard black substance یک ماده سبستنس بچه, بچه. ماده است یه ماده سیاه hard sift that you find below the ground که زیر زمین پیدا میشه under the ground, below the ground and can burn و ممکنه بسوزه یعنی آتش, آتش مشتعل میشه اینجوری میگیم فکر کنم تو فارسی چیه بچه به نظرتون؟ بگی نگه میدونین چیه شماره سه It's a device for changing یک وسیله است device بچه اگه گجتی وسیله چیزی ابزاری چیزی داشتیم میتونید پش بگید device for changing channels برای عوض کردن کانال ها آن تیوی آن تیوی تو تلویزیون برای عوض کردن کانال ها ازش استفاده میشه شما چهار میگه It's a creature یه موجوده آ پس جانداره آها جاندار بودن با کریچر ها. It's a یه موجودیه With big eyes چشای گونده داره That flies پرواز میکنه And hunts at night و شکار میکنه شبا شماره پنج It's a type of material یک جور پارچه است بله material معنی پارچه میده بچه ها material material یعنی پارچه بهش نمیخوره ولی material واقعا یعنی پارچه و جالبش اینه که یک لغت دیگه هم برای پارچه دقیقا داریم بچه که فابریک هست فابریک هم همینه خیلی اینا نزدیکن به کلاث با کلاس دقیقا یکی این دو تا پرانتزه ها بچه جزی کلمه نیست کلاس هم تقریبا معنی پارچه میده یا تیک پارچه در واقع ولی متریال و فبریک وقتی اینکه راجبه اون پارچه داریم صحبت میکنیم کنیم راجب اون جنس پارچه و از اون پارچه برای یه استفاده دیگه میخوایم بدوزیم چیزی پرده ای بدوزیم نمیدونم لباسی بدوزیم متریال و فبریک این دو تا استفاده میشن متریال uh, ها معنی ماده هم میده حواستون باشه اگه <coughs> مصاحبه میکنم اگه معنی ماده ازش میدونستین قبلا اونم درسته اون معنی رو میده ولی معنی پارچه هم میده material میگه you use to make sheets استفاده میکنیم برای درست کردن ملحفا، ها لباس ها etc و غیره عکس شماره 6 میگه it's an object یه چیزیه you use to tidy your استفاده میکنیم برای مرتب کردن موهایی که مرتب نمیشه تو تایدی هیر تایدی بچه اینجا وربا تایدی هم صفته یعنی مرتب همین که وربه یعنی مرتب کردن برعکسش هم که همینطور دیگه برعکسش رو با آن تایدی می نویسیم آن تایدی تایدی آن تایدی رفتی به تاید و ریکاینا نداره میگه ایتس آبجکت یه چیزیه object بچه ها در معنی چیز همون معادل تینگ ما تو انگلیسی با تینگ هم میگیم این یه چیزی It's a thing یک چیزیه یا It's an object یک چیزیه دو تا لغت برگفتن چیز um, Stuff هم بچه میگی میگیم البته Stuff هم میشه گفتاره این اینم بنویسم اینجا که یه هوی. Stuff یه چیز یه شیء هان شماره 7 ان آرتیکل اف کلوزینگ یو ور اور یور شولدرز یه آیتم لباسه آرتیکل بچا مثل آیتم میمونه آرتیکل اف سامثینگ همون در واقع آیتم میمونه آیتم اف سامثینگ مثلا میگیم Um, چیزی که اینجا گفته article of clothing میخوایم بگیم یه تیکه لباس ما میگیم تیکه لباس میتونیم بگیم an article of clothing یا بیاین پایین تو گلاسری بچه article آخرین گذنشه نگاه کنید میگه a particular item یک چیز مشخص or separated thing یا separate thing یک چیز جدا an article of clothing یه تیکه لباس household articles یا household goods هم بهش میگن household articles household goods goods بشه در معنی کالا باعث جمع یعنی وسایل خونه کلا یعنی وسایل خونه household مربوط به خونه و toilet articles که با toilet البته تو بریتیشه و تو امریکن باثروم um, و restroom و اینا رو داریم Toilet articles وسایل توی سرویس بهداشتی هر چیزی که هست اونجا بهش میگن توالت آرتیکلز تیک وسیله ها رو پس بهشون آرتیکل um, یا جمع بشن کنار هم دیگه باشن آرتیکلز بهشون میگن و گزینه هش ایتس استاف یو یوز فور واشینگ یور هیر چیزیه که برای شستن موها استفاده میکنید استاف ها باز شد همین چیزی که گفتم بریم بیام بریم سراغ صفحه بعد خب رسیدیم به صفحه دوم درس 41 بچه ها استاف تو گلاسری تو لایت صفحه قبل چیز خاصی نداشت همینی بود که بهتون گفتم استاف هم معنی تینگ و آبجکت بیشتر به تینگ نزدیکه البته که دقت کنید بچه ها این نکتر شد این ور بیام مثلا اینجا اینجوری بنویسم دقیقتره اینجا اس بذارم استاف و تینگز با هم برابر هستن یعنی استاف یک معنای جمع داخل خودش داره یعنی چیزها معنی میشه نگاه کنید مثال هاشو What's the stuff in this packet این تو چیا هست چه چیزایی هست Who left all this stuff کی همه این وسایلو رو گذاشت اینجا اس جم بچه استاف نمیگیره حواستون باشه یا مثلا بچه داخلش معنیش جمعه ولی اس جمع نمیگیره بنابراین مثل اسم مفرد باش برخورد میشه مثلا میخوام بگیم که همه وسایل من تو این کموده all my stuff is in this closet all my stuff is in this closet همه وسایل من تو این کموده است چه اتفاقی افتاده stuff اس جمع نمیگیره بله ولی معنی جمعی داره من معنی چیزها داره و با فعل مفردم میاد is all my stuff is نگفتم all my stuff are حواستون به stuff این لغت جذاب باشه از صفحه بعدی بچه ادامه میدیم what's it made of سوال پرسیده از چی ساخته شده دقت کنید بچه وقت توی انگلیسی راجع به جنسی چیزی صحبت میکنم توی فارسیش اینجوریه که من میگم مثلا مثلا سومی رو ببینید در مورد کیف چرم یه کیف چرمی گذاشته من میگم کیف چرمی معمولا یه یه به اون جنس چرم به لغت چرم یه یه اضافه میکنم یا حالا یه, یه تغییرات مشابه این شکلی اون جنس رو میام تبدیل به یک صفت میکنم و میگم کیف چرمی کیفی که از چرم ساخته شده تو انگلیسی همون لغت جنس میاد در جا در کنار لغت دیگه استفاده میشه و نیازی به تبدیلش به صفت نیست مثلا تو شماره یک رابر تایر رابر همون لاستیکه مثلا معنی صفت نداره رابر لاستیک یا تو شماره دوم استیل پایپ لوله یا استیل استیل همون استیله استیلی نیست از جنس استیل نیست نه ولی جنس گفتن تو انگلیسی اینجوریه نیاز به صفت نداریم همون اسم جنس رو میاریم میذاریم بغل لغتی که داریم لغتی که اون جنسیه م? پس اینا همش نونن هم در کنار هم دیگه ادجکتیو خبری نیست شروع کنیم از اولی A رابر تایر یک تایر لاستیکی لاستیک بگیم که با پلاستیک متفاوت باشه رابر به معنی لاستیک رابر معنی دیگه هم داره بچه معنی پاکون هم داره معنی دیگه هم داره باز خودتون به چک کنید استیل پایپ لوله استیل رو بچه داره میگه حواستون باشه که استیل um, در معنی فلز فلز استیل ایشونه استیل در معنی دزدیدن ایشونه و یه استیل هم اینجا داریم اینو بچه ها چی کجا دیدین؟ این استیل یعنی هنوز معنی هنوز میده سه تا استیل داریم که تلفظی کاملا یکسان هست استیل, استیل 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 یه جمله معروف داشتیم شوخی میکردیم میگفتیم Do you still still, still. Do you still, still, still? من نیشو تو کامنت بنویسید اگه میتونید حدس بزنید بریم جلو زر. A leather bag کیف چرمی leather بچه چرمه و چرمی گفتم ما جرشو An iron bill iron بچه iron نگیده iron iron یعنی آهنی یک زنگ زنگوله آهنی آهن و خب اینجا در معنی فارسی ما میگیم آهنی. A stone statue. ببینید استون رو سنگ، سنگی نیست. Stone یعنی سنگ. ما ما ترجمه می‌کنیم میگیم مجسمه سنگی. A silver chain. زنجیره نقره ای. Silver نقره. A gold medal. مدال طلا، طلایی. A cardboard box. کاردبورد بچو یه باکس، یه جعبه مقوایی. A metal robot. Metal بچه ها metal یعنی فلزی پس یه استیل داشتیم یه iron داشتیم یه metal معنی اینا رو از هم جدا کنید بعدش a brick wall یا a wall made of bricks brick wall دیوار آجوری brick brick آجورن بچه ها brick wall دیوار آجوری یا a wall یا یک دیوار made of bricks ساخته شده از آجورا a wooden fence فنس حسار چوبی wooden A fence made of wood. یک فنسی که ساخته شده از چوب. A woolen blanket. یک پتوی پشمی. Woolen blanket. A blanket made of wool. یک پتوی درست شده از wool. That's it. این هم از این. من این گفتم نکته خواستی نمون. پایین بچه توی تو لایت همین نکته که من به گفتم و گفته. میگه که اگه میخواییم تو انگلیسی بگین یک چیزی از چی درست شده یا به چه دردی میخوره بر چی استفاده میشه میتونید <coughs> از خواهی میکنم میتونید نون رو به نون اضافه کنید نیازی دون... نیست دنبال صفتش بگردید مثل رابر تایر که جفتشون نونه رابر تایر is a tire made of rubber یا a letter box لدر باکس میبینید دیگه جنسش نیست letter باکس letter باکس یعنی باکس نامه باکس به چه دردی میخوره باکس نام است دو تا نام کنار رو هم قرار گرفتن a letter box is a box for letters این هم از این همه این نکات رو گفتم چیز خاصی نموند مرسی از همراهیتون درس خیلی نکته داشت و خیلی آموزش داشت داخلش اگر لذت برده باشین فراموش نکنید که لایک کنید ویدیو رو تامین زیر ویدیو فراموش نشه تا داغ این تشریف انجام بدیم و اکتی تخترم که مثل همیشه از کانال تلگرام بردارید تا در درس بعدی مراقب خودتون باشین take care and bye bye